دکتر هوبان، من میخواستم با شما امروز صحبت کنم در مورد اضافه وزن. با خانم آگوش بدین، یه بحث خیلی مهمیه. خب شما میخواین صحبت کنیم من صحبت کنم؟ شما صحبت کنیم ولی منم گوش بدم یاد بگیرم. ولی من خیلی سوال دارم. بفهمون سوالتون مطرح. اولی سوالم هستش که میدونم که خیلی دایت ها هست. خیلی دایت. با بعضی ها میگن فت بخورین، مثلا فت نخورین، بعضی ها میگن بگیرین فقط لیمو و آب بخورین، بعضی ها میگن فقط ستارو از گرسنه بمونین. شما چی فکر میکنین؟ ما باید چی کار بکنیم که نه که فقط لاغر بشیم ولی هلثی بشیم؟ دقیقا اولین شرط هم اتفاقا گفتی هلثی بودنه. بله. ببین اگر ما فقط بخوایم به ظاهر نگاه بکنیم و فقط علامت رو بخوایم از بین ببریم، خب اینقدر الان توی بازار اگر نگاه بکنیم دایت‌های مختلف، قرص‌های مختلف، انقدر چیزای مختلف هست، یکی از بزرگترین منابع درآمد شده برای خیلی‌ها. یعنی چند صد بیلیون دلار اندستری هست این جریان اضافه وزن. بله، همه دنبال یه چیزی هست که کمکشون، و همه هم دارن چاق‌تر میشن. درسته. و اگر هم لاغر میشن دوباره بعد از یه مدت دو برابر اون دوباره برمیگرده و میشه به قول معروف اون یویو سیندروم و هی میره و برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه باز فقط علامت رو از بین بردن. یادت صحبت کردیم گفتیم که ما نباید فقط علامت رو از بین ببریم، به خصوص در مورد اضافه وزن و غیره. ما باید روی سلامتی کار کنیم، نه فقط اضافه وزن. هر مشکلی که آدم داشته باشه از نظر بیماری، ما اگه تمرکز و تمام اون اتنشن و چیزی که داریم روی سلامتی بذاریم و نه اینکه این بیماری رو علامتش رو بخوایم از بین ببریم، اون موقع درست مثل اینه که ما یه جا تاریکه، به جای اینکه بیام با این تاریکی بجنگیم نور میندازیم. نور که بندازی دیگه تاریکی خودش از بین میره. بله. نور همون سلامتیه. بله. شما اگه رو سلامتی واقعی کار کنی، حالا شخص میخواد اضافه وزن داشته باشه، میخواد آرتروز داشته باشه، میخواد نمیدونم بیماری مختلف داشته باشه، اگر به سلامتی کامل برسه، خب مسلما وقتی که نور زیاد باشه جایی برای تاریکی نیست. بعضی از خانوما، دوستم بیشتر بگم خانوما تا آقایون، بخواد سعی میکنن همش ورزش کنن یا اینو نخوان، برنج، نون و سیب زمینی کم کنن، ولی هنوز چاقن، هنوز لاغر نمیشن. به خاطر اینکه باز میگم، به خاطر اینکه علت اصلی رو پیدا نکردن. شما نتیجتون برای این خانوم ها چیه؟ نتیجمون یا نصیحتمون؟ نصیحتتون. خب منو ببخشید، من ببینید باید ریشیابی بشه. بعد چون میگم هیچ دو نفر یک جور نیستن. شما دیدین که اشخاصی که مثلا اضافه وزن دارن، بله، به شکل بدنشون نگاه کنین همشون یه شکل نیستن. بله، مثلا مثل سیبن، بعضی مثل گلابی هن. بله. بعضی میبینی اصلا بالاتنشون حسابی چاق شده، پایینتنشون لاغرتره، بعضی ها هویجن. بله، هویج، چغندر، همه اینا هست. و خب باید واقعا توجه میکنم ببینیم که اینا به کجای اون کار میلنگه. حالا یعنی چی؟ یعنی که یکی از مهمترین موارد این غدد مترشح هستن یا اندوکرین سیستم. بله. خیلی از اشخاصی که مثلا، مثال میزنم، مشکل ناراحتی تیروئید دارن، درست اون کسانی که شبیه گلابی میشه بدنشون، اینجاهاشون بزرگ میشه. بله، بالاتنه معمولا لاغره و پایینتنه شکم و باسن و روم یه مقدار بیشتر میشه. و مثلا خانوم هایی که اضافه وزنشون به خاطر هورموناشونه، هورمونای زنانه، همین استروژن، پروژسترون و پرولاکتین و غیره، میبینین که اضافه وزن خانوم بیشتر یه مقدار شکمه، بعد میاد توی بازو، یه مقدار توی راناشونه و یه مقدار سینه ها بزرگ میشه و پشت. و اینا معمولا نشون دهنده اینه که خب یه مقدار از نظر هورمونی تاثیر گذاشته روی اضافه وزنشون. بله. از نظر استرس که میدونین که هورمون کورتیزول ایجاد میکنه، این کورتیزول خودش میتونه باعث اضافه وزن بشه. و خب خیلی هم ممکنه مثلا این به خاطر استرس زیاده و به هر حال نگرانی ها و استرابای زیاد، و بعدن این اشخاص میرن یک عالمه ورزش میکنن. درسته. این یکی از بزرگترین اشتباه ها هستش. کسانی که اون اضافه وزنشون به خاطر استرس و یا اون غدد ادرینال یا غدد فوق کلیوی هست، ورزش زیاد اونها رو نه تنها لاغر نمیکنه بلکه چاق هم میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم این هر چقدر بیشتر ورزش میکنن روی غدد ادرینالشون، چون غدد ادرینالشون تحلیل رفته، فشار بیشتری میاد، بیشتر تحلیل میرن، بیشتر کورتیزول ایجاد میشه و بیشتر باعث چاقی میشه.
دکتر هوبا، مثل این که این خانوما باید بیان پیش یه مخ و یه دکتر مختصص بیان با یاد بگیرن که چی کار بکنن و ببینن که اشکالشون چیه. مرسی از شما. حالا تا دفعه دیگه بگیریم دلایل دیگر رو میتونیم دلایل دیگر رو صحبت کنیم.